سلام بچه ها، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. آنایتا هستم به همراه فرزاد. نوبتی هم باشه، نوبت تئاتر سایه هاست. کسی به ما شک داره؟ انو معلومه نه. کسی به ما شک داره؟ معلومه نه. کسی به ما شک داره؟ اگه نوره بدرک. خیلی خوش اومدید به مدبس. فرزاد هستم به همراه آنایتا، خفن‌ترین تحلیلگر رپ فارسی. آقا بریم سراغ آلبوم کبیر. سعی داریم می‌کنیم که این آلبوم رو تمام کنیم، چیزی دیگه نمونده، به صورت خیلی تمیزی تمامش کنیم. و اما تئاتر سایه ها، بریم ببینیم چه کرده. سوال پرسیده بودین دیروز پیروز که سورنه خودت نیفتاده، پر واضح هست که افتاده. بریم سراغ علی سورنه. برو بریم. وسط کویر چند تا خونه است، همون شهر سوزان راه بی قدم، شهری از جنس قهر، شهری از جنس سایه های بی اثر. بعد اولین جاده های بی رمق، میدون چهارم، خونه کشاورز، جایی که لباس آسفالت میشه پاره، وسط کوچه ها زاغه های بی نفس. بعد یه در اون چه سریع همون اول بسم الله شروع کرد، توقعی یه اینتروی دوباره موزیک و اینطوری داشتم. ببین چقدر دارم احساس میکنم که این آلبوم هم منسجم و به هم ربط داره. یعنی این تفسیرهایی که داره میکنه، باز رفت وسط کبیر دنبالش. چقدر اون واژه رو دوست داشتم که جایی که لباس آسفالت، الان بهت میگم لباس آسفالت. اما که خب داره باز دوباره برای ما داره یک تصویری میسازه، ما رو داره میبره به یک جایی. حالا میتونیم تو ذهنمون تصور کنیم یه همچین جایی یا یه جایی که واقعا وجود داره و علی سورنه داره برای ما تعریف میکنه یه همچیزی. خب حالا این که وسط کویر و ایناش که هیچی، شهری از جنس قهر، شهری از جنس سایه های بی اثر، خب باز نشون دهنده به نظر من همون دارک بودن و بد بودن شرایط داره. در واقع این شهره رو تو مریم هم داشت توصیف میکرد دیگه، به نوعی میشه گفت همون شهره. نمیدونم ولی چقدر تو این مسیرها آدم احساس میکنه که این همون مسیرهاییه که قطعا نمیتونه که در گوزن با ما گفته شد. میگه بعد اولین جاده های بیرمق، میدون چهارم، خونه کشاورز، جایی که لباس آسفالت میشه پاره. اینو گفتی لباس آسفالت میشه پاره، منظورش اینه که جاده خاکی میشه. خیلی واژه. خب البته علی سورنه وسط کوچه ها زاغه های بی نفس، ولی خب باز به نظر من یک طعنه هایی هم به بد بودن شرایط داره دیگه. چون آره به نظر میتونه بد بودن شرایط هم داشته باشه. ولی یه چیزی بگم، میگه اینجا اول شروع میکنه، میگه وسط کویر، میتونه یه ریفرنس به آلبوم کویر باشه. خب درسته، به خاطر اینکه دقیقا ترک وسط کویره. چقدر خب تئاتر سایه ها، نگاه کن، کویر، گنجشکک ها، تریاق، بعد تئاتر سایه ها که میشه چهارمین ترک، بعد میشه مریم پشت این جنگ ها نفت. یعنی قبل از این ترک سه تا ترک و بعدش سه تا ترک، کاملا در وسط آلبوم. یه دونه ریفرنس به نظر من اونطوری هم میتونه باشه. اولین جاده های بیرمق، میدون چهارم، خونه کشاورز، جایی که لباس آسفالت میشه پاره، وسط کوچه ها زاغه های بی نفس. بعد یه در دولنگ زد زنگی. یه چیزی هم بگم الان دوباره که گوش کردم، فلوی که سورنه داره میکنه طبقه اون دارم میگم، چون چیز متنی که جلوم خونه کشاورز، خب من فکر میکنم منظورشه خونه کشاورزی، ولی سورنه نمیگه خونه کشاورز، میگه خونه کشاورز، خونه کشاورز. باز به نظرم اشاره به همون شرایط داره، دارک بودن داستان داره. دونه چهارم، خونه کشاورز، جایی که لباس آسفالت میشه پاره، وسط کوچه ها زاغه های بی نفس. بعد یه در دولنگ زد زنگی، حیاتی با کفی سنگی، کودکی من گوشه اتاق مشغول تماشای تئاتر سایه هاست، با بغضی به سنگینی سایه یه زن، زیر سنگینی دستور و اراده یه مرد. من اشک سایه ها رو دیدم، آفتاب متهم مایل به مرگ، پدرم. فکر میکنم به این داستان کودکی خودش یه جا دیگه هم اشاره کرده، شاید اصلا توی آلبوم مرد تنها اگه اشاره نکنم. نمیدونم یا گوز بود نه، که پیش اون کشاورزه میره که پدر بزرگش بود. اونجا که آیه اشاره میکنم، ولی یادم میگه کلا به کودکی خودش هم یه اشاره میگه. حالا اینجا، حالا اگه خودش هم نمیگه، در مورد بچه‌ای داره میگه که حالا خودش اینجا، یعنی راوی داره میگه خودشه، خب شاید هم خود علی سورنه منظورشه. میگه
کودکی من گوشه اتاق مشغول تماشای تئاتر سایه هاست. تئاتر سایه ها چیه؟ میاد بیت بعدیش میگه به نظر من تئاتر سایه ها منظورش جر و بحث و دعوای پدر مادرشه، رابطه پدر مادرشه. چرا؟ چون میگه با بغضی به سنگینی سایه یک زن زیر سنگینی دستور و اراده یک مرد. پس من گوشه اتاقی نشستم و دارم این دستور و اراده یک مرد که حالا پدرم باشه رو روی سایه، یعنی روی سایه مادرم میبینم که بغضی گرفته گلوشو و من این برای من تئاتر سایه هاست. چون قشنگ داره تصویرگری میکنه، قشنگ تو یاد این فیلم های میفتی که اونجا دارن دعوا میکنن و سایهش رو بچه هست که این گوشه نشسته. قشنگ چقدر تصویرگری کلا تئاتر سایه ها که میدونی یک سبکی از تئاتری که توی اون شخصیت یا اون بازیگر معلوم نیستش و فقط سایه شون مشخصه و این شخصیت ها تو چهره شون نمیبینی، سایه شون میبینی بازی میکنن. وجود داره واقعا یه همچین، یعنی یه سبک تئاتره، ولی خب این اونو تشبیه کرده سایه که میفته سایه و سایه سنگینی که رو خودشون دارک بودن داستان. آره. چه خوب تصویر میکنه. یه چیز دیگه هم خواهم بگم قبل از که بگی، من عشق سایه آفتاب متهم به متهم مایل به مرگ. خب میتونه اینجا چرا آفتاب رو برده؟ خب چون آفتاب باعث وجود مندن سایه میشه. خب آفتاب وقتی مستقیم میتابه که سایه به وجود نمیاد، آفتاب وقتی مایل میتابه از یه جهتی سایه به وجود میاد. خب پس میتونه آفتاب متهم مایل به مرگ، یعنی مایل به مرگ شاید در حال غروب کردن، در حال شب شدن و از بین رفتن این سایه ها، میتونه منظور این باشه. اشک سایه ها رو دیدم، آفتاب متهم مایل به مرگ. پدرم شارگ خیابونا رو خال کرده بود رو بازوی چپش، یه هرگز نمیر. مادر تلخ که بیمادری رو میکنه قمالوده ترش، شاید واسه همینه که مادر رو بفهمه تو چشمای من زیر امضای سرد پدر با یه نمیشه رد. مادرم نگاه شسته خونی تر از گونه هاش، چی نیست تو صداش، لباسش انگار بود چادر حجابش، پهرو بیمرامی استخونشونه هاش. من کنار دیروز، کنار فردا، کنار همه آرزوهای بیگناه، چهار تماشاگر اعدام آفتابیم، چهار قاضی اتهام سایه ها. من کنار دیروز، کنار فردا، همه آرزوهای بیگناه، تماشاگر حالا اومد سراغ پدرش. پدرم شاهرگ خیابونا رو خال کرده و خالکوبی کرده رو بازوی چپش. یه هرگز نمیر مادر تلخ. چرا هرگز نمیر مادر تلخ؟ در ادامهش خودش میگه که بی مادری رو میکنه غم‌آلوده ترش، یعنی یه هرگز نمیر مادری تتو کرده روی دستش که این هرگز نمیر مادر اون غم بی مادر بودن رو بیشتر یادآوری میکنه. خب چرا؟ باز چرا بهتون بگم؟ در ادامهش میگه شاید واسه همینه که مادر رو بفهمه تو چشمای من، شاید واسه این تتو کرده که مثلا غم بی مادری رو تو چشمای من ببینه، زیر امضای سرد پدر با یه نمیشه رد. یعنی چی؟ یعنی منظورشه که این هرگز نمیر مادره با یه نه، یعنی مادری وجود نداره شاید. خب حالا مادرم نگاه استخونی ترش و اینا، این شرایطی داشته که شاید مادرش بالاخره چون بغضی داشته زیر این فشارها بوده. خب بعد میگه من کنار دیروز و فردا و همه آرزوها، چهارتامون تماشاگر اعدام آفتابیم، چهار قاضی اتهام سایه، اعدام آفتابیم. اینجا دیگه آفتاب، حالا علاوه بر اینکه به نظر من آفتاب همون خب به وجود اومدن سایه میشه، من میتونم آفتاب اینجا به امید و امید و زندگی هم به امید و زندگی هم میشه تشبیه کرد. اعدام آفتاب یعنی آفتاب داره غروب میکنه و یأس و ناامیدی به وجود میاد. آره. و چهار قاضی اتهام سایه ها هستیم دیروز و فردا، یعنی ما این روزهایی که من دیدم این شرایط رو، این بغض‌ها رو، این تئاتر سایه ها رو دیدم و بهتر از هر کسی میدونم چه اتفاقی افتاده واسه سایه ها. و به غروب آفتاب هم که به نظر همون نماد از بین رفتن افول دیگه و افول دیگه. آره چهار تماشاگر اعدام آفتابیم، چهار قاضی اتهام سایه ها. من از اون کوچیدگانم به درون، توی نقب دلم با رنگ زبون، منم آخر زرد خزون، نادون بیام اون دل نگرون که با تموم خونم و برد آشیونم خورد توی جنگ تموم. خیلی خوب بود اینجا، خوشگل خوب دیدی بود. بعد آخر توی جنگ تموم فیل کرد خودش. آره. فیل کرد
پشمام چقدر خوب اجرا کرد با همه این اتفاقهایی که افتاده. خب میگه من از اون کوچیدگانم به درون، من رفتم به درون خودم، من از این دنیا بریدم به درون خودم کوچ کردم، با خودم خلوت کردم. خب باز داره میگه منم آخر زرد خزون، باز نماد بیامیدیه، ناامیدیه، زرد خزون دیگه تای ناامیدیه، نادون بی امون دل نگران، نادون رو به خاطر میگه که سر سن و سالش کم بوده، یا بی امون و دل نگران خب از دیدن این شرایط، اون چیزی که تا حالا برای ما تفسیر کرده. خب با تمام خونم رو برد، خیلی خوشگل خونجا رو آشیونم رو خورد، یعنی همه امیدم از بین رفت، یعنی توی جنگ نابود شدم رسما. ببین اینجاش دوباره زدم اقل گوش کنم، خیلی خوب بود. نگران که با تمام خونم رو برد، آشیونم رو خورد توی جنگ تموم. من از اون کوچیدگانم به درون، توی نقب دلم با رنگ زبون، منم آخر زرد خزون، نادون بیامون دل نگرون، که با همه خونم و برد، آشیونم و خورد توی جنگ تموم. عشق نفرت می شد و تنم زیر نگاه سرد سایه های متهم، هم مردنی ترین هجای شعر من بود، قاتل هم سایه های متهم. این بیرون سایه ها کشیده ترن بابا، من که فقط مخاطب این نمایشم، دیوار پشتم انقدری بدون سایه است که شک می کنم حتی به حضور بودنم. گاهی دوتا دست سر می خورد تو هم، دوتا دست که از هم پر می شد، بزرگ می شد با غروب خورشید توی پرده بد گرد می شد. من از دیدن تئاتر گرگ‌ها رو دیوار بیمارتر شدم، از امنیت مردم، یه هیولا جلوم یه شبنم رو می خورد، وقتی دونه یه عشق کوچیکم رو می خوردم، یه دختر که موشو می تراشن، آه نزنید، اونم من آرزوش موهاش، سایه تموم معصومیت من بود. می بینی پدر پاشیدم، آره سایه زندگیم تو دست باد وحشی، به سیلی روزگار خندید، غبار نفرت سایه های مادر میکنه پایان این تئاتر زخمی. اوه چی گفت؟ من اصلا نمیدونم واقعا داستان به کجا داره میره، ولی خب رسیده به جایی که حالا این شرط که وجود اومده میتونه دست دادن مادر باشه، میتونه دیدن اون غم مادر باشه زیر سنگینی حضور حالا یک مرد که حالا پدر باشه. خب میگه عشق نفرت میشد و تنم، منظورش این که دیگه عشق کم کم به نفرت تبدیل، یعنی عشق درونش رو از بین بردش. باز برمیگرده به اینکه من به درون خودم کوچ کردم. آره نگاه سرد سایه های متهم، خب همه تو اون جایی که این بوده سایه بودن دیگه. خب مردری تنگ هجای شعر من بود، قاتل همسایه های متهم. همسایه های متهم میتونه منظورش همسایه هایی باشه که انگشت اتهام زدن، شاید با انگشت اتهامی که زدن باعث به وجود اومدن یه شرایطی شدن. یه چیز دیگه هم هست، ببین داره راجع به سایه ها صحبت میکنه، و همسایه یعنی اونایی که شبیه همون سایه ها، سایه ها یعنی چیزی که روح و گرمی نداره. آره خب دو پهلوه دیگه. آره دیگه دو پهلو خیلی جالب آره. بود، یعنی هم اونایی که با من هم عقیده بودن و حالا این سایه ها بودن، اونا هم سایه بودن، مثل بقیه زنهایی که شاید این سایه بودن، بقیه که این شرایط داشتن، یا هم سایه هایی که اتهام زدن، متهم این قاتل بودن، این قاتل هم سایه های متهم، یا دستشون توی آره. این بیرون سایه ها کشیده ترن بابا، من که فقط مخاطب این نمایشم، دیوار پشتم اونقدری بدون سایه است که شک میکنم حتی به حضور و بودنم. باز نشون دهنده بی سایه بودن، نشون دهنده همون آفتاب نداشتنه، یعنی غروب آفتاب، یعنی امید نداشتن، یعنی انقدر ناامیدم که فکر میکنم حتی شک میکنم به حضور بودنم، مثل ارواحی که سایه ندارن و من بعضی وقتا فکر میکنم انگار زنده نیستم، روحم انگار. خب باز تاکید به ناامیدی و از بین رفتن امید داره اینجا. خب گاهی دو دست سر میخواد تو هم یه جورایی داره این بازی شکلکی که میکردن و سایه مینداختن و شکل گرگ و اینا درست میکردیم، ولی مسلما از این داره تنهی میزنه به چیزی. به نظر من مثلا بیشتر برای من ملموستر اینه که با غروب خورشید توی پرده بعد گرگ میشد. یعنی چی؟ یعنی وقتی خورشید غروب میکنه و نور و امید از بین میره، گرگ ها و گرگ صفت ها و آدم های سوء استفاده گر میزنن بیرون، یا اون روی واقعیشون رو میشه، یه جوری اینطوری. از یه برم میتونم مثلا من اینجوری احساس کنم که میگه وقتی من کودک بودم
خب گرمی خورشید رو میدیدم، یعنی اون نور و امید و اشتیاق زندگی رو داشتم، ولی این شرایط زندگی باعث اون افول خورشید شد و هی دارک و دارکتر میشد و هرچی که این امید و رو از بین میرفت ناامیدی میمد، اون سایه ها وحشتناکتر میشدن و مثل گرگ میشدن که میخواستن منو پاره کنن دیگه. الان اینجا یعنی این سیر زندگیش از کودکی بوده به نظرم. آره دیگه الان اینجا به خاطر به جای استفاده از تاعت سایه ها از تاعت گرگ ها دیگه استفاده کرد. خب یعنی به قول تو واسهش دیگه وحشتناک، اون سایه هایی که نامفهوم بودن و سرد بودن حالا وحشتناک شدن و درنده شدن. و اینجا که میگه یه هیولا جلوم یه شبنم رو میخورد وقتی دونه اشک کوچیکم رو میخوردم، میتونه خب دونه اشک کوچیکم رو میخوردم که یعنی در خفا اشک میریخته و نمیذاشه کسی اشکاشو ببینه، ولی وقتی میگه یه هیولا جلوم یه شبنم رو میخورد، من نمیدونم چرا شدیداً احساس میکنم که انگار باز برمیگرده به همون سایه مردی که سنگینی میکرده روی یک زن، یک هیولا جلوم یک شبنم میخورد. نمیدونم چرا یه چیزی حالا آخر سر به تو میگم خیلی تو ذهنم ملموسه. حالا نمیدونم چرا، به خاطر اینه که میگه یه دختر که موشو میتراشیدن، آی نزنید اون همه آرزوش موهاش، یه سایه تموم معصومیت من بود. باز این دختری که موهاشو میتراشیدن، یه جا دوباره به این اشاره کرده بود دیگه، نه دختری که موهاشو میتراشیدن تو گوز بود، توی به مریم بود که بهش تهمتی زده بودن که گفت من موهامو میتراشیدم، به مریم چیزی؟ یک تهمتی زده بودن و میگفتش که موهای من سر جاشه، میخواست بگن که یعنی و البته اینجا شاید از مو که مو نماد آبرو اینا هم هست، نماد آبرو بود دیگه، میگه تمام معصومیت بود دقیقاً. حالا اینجا هم داره میگه این موهاش تمام چیزش، تمام معصومیتش، تمام آرزوشه. خب و تمام این تئاتر سایه ها و این سایه ها و این سناریویی که این سایه ها تشکیل میدن میتونم تشبیه کنم به کابوس هایی که از بچگی مونده. نه نمیتونم وار نفرت سایه های مادر میکنه پایان این تئاتر زخمی، من کنار دیروز کنار فردا کنار همه آرزوهای بیگناه، چهار تماشاگر اعدام آفتابیم، چهار قاضی اتهام سایه ها، من از اون کوچیدگانم به درون توی نقب دلم با رنگ زبون، منم آخر زرد خزون نادون بیام اون دل نگرون که با تموم خونم و برد آشیونم و خورد توی جنگ تموم، من از اون کوچیدگانم به درون توی نقب دلم با رنگ زبون، منم آخر زرد خزون نادون بیامون دل نگرون که با تمه خونم و برد آشیونم و خورد توی جنگ تموم. چقدر این آهنگش آشنا بود آخرش، دی 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 دارم فکر کنم که چی بگم. خیلی برای من، حالا بچه ما تراک مریم هم توی همین آلبوم گوش کردیم و میدونیم که مریم در حقیقت پرده بعدی تراک دار بود توی گوز که حالا فاصل زمانهاش کاری نداریم، میدونیم که به این ترتیب بوده. چقدر برای من این ترک تداعی کرد اتفاقی که توی اونجا برای مریم افتاد. به نظر منم همین بود، شدیدن این اتفاق رو تداعی کردش و حالا این بچه‌ای که اونجا این داستان رو دیده، حالا از دید خودش این داستان رو تعریف میکنه و حالا کلن سایه ها میتونه کلن تو اون جو داره میگه به خاطر بستگی اون جو، به خاطر امید نداشتن و سنگینی حضور این چارچوب های تعصبی، شاید حتی تعصب هایی که خودشون باعث ایجاد چارچوب های چیز میشه، شاید اینها همه کلا سایه های یک استعاره باشه از کل کسایی که تحت این فشار هستن و شکسته میشن. اون اولش هم که اون پدر مادر داشتن دعوام کردن سایه میدید، من احساس میکنم مثلا داستان یه طلاقیه که اونم باز یه کابوسیه برای این کودکه.
آره حالا مثلا. یا طلاقی یا خیلی من یه هزار مدل داستان اومد تو ذهنم. این دقیقاً سورینا انقدر ادبیاتش بعضی وقتا به یه شکلی میشه که تو هزاران هزار برداشت شخصی میتونی داشته باشی دیگه. و اتفاقا اینش هم جالب و قشنگه به نظرم. آره چندین مدل برداشت اومد تو ذهن من و میتونه هر کدوم از اینا باشه. آزادیم که اصل داستان، محتوای داستان این بودش که امیدی که از بین بره تاریک میشه و ترس ها و نگرانی ها میاد بالا و خودشونشون میده و این بین میگم همون تئاتر سایه ها رو به این دلیل من فکر میکنم به کار برده بود که میخواست اتفاقا ما شخصیت خاصی تو ذهنمون نیاد، همون سایه تو ذهنمون بیاد ولی با خصوصیات که داشت برای ما توصیف میکردش. خیلی کار باحالی بودش. کار خیلی آره خیلی تو فکرشم اصلا الان همشم فکر بود. خیلی دارم منم همینه فکرمو مشغول کرده نه. که یه نتیجه‌گیری برای خودم بکنه و شاید چند بار دیگه باید گوش بدم. به هر صورت برداشت لحظه ایمون رو دیدید از آهنگ تئاتر سایه تقدیم میکنیم به شما. چند روزی بود از سارینا نرفته بودیم و خیلی اصرار داشتیم که بالاخره این آلبوم تموم کنیم. حتما منتظر کارهای دیگه از علی سارینا باشین که براتون ریاکت میریم. دمتون گرم تا آخر ویدیو همراه من و آنایتا بودید. اگر تازه با ما آشنا شدید یا ما رو ساب ندارید از این برنامه تو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، نوتیفیکیشن براتون فعال بشه و ویدیو جدید ما رو از دست ندید. آدرس سوشیال مدیامون این زیر هست، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و کانال تلگراممون که جدیداً تأسیس شده و اونجا میتونید که هم ویدیو جدید رو لینکاشو داشته باشین، هم پلی لیستا ویدیوهای که از قدیم رفتیم، هم شیر کنید و بقیه به اشتراک بذارید، ساپورتمون کنید اونجا و حتما سعی میکنیم آپدیت باشه اونجا و بهتون خبر بدیم چه ویدیوهایی داریم ضبط میکنیم، منتظر چه ویدیوهایی میتونید از ما باشین. پس همین الان میتونید برای ساپورت ما برید اونجا هم جوین بشین که با هم کانکت باشیم و در ارتباط. در انتها امیدوارم از هر جای دنیا این ویدیو رو دیدید پر از آرامش و انرژی مثبت باشین، کلی رفقای مشتیتون دورتون رو پر کرده باشه. شب و روز لاکچی براتون بسکنم. خدافظ.